رحمان موضوع عدت های صحیح و گویا یادآوری اون چیزی که ما از سالهای پیش خوندیم این هست که یکی از مهمترین موارد در محاسبه عملیات های ریاضی رعایت ترتیب انجام عملیات ریاضی یعنی شما حتما اولویت ها رو توی انجام عملیات بهش دقت کنید خب اولین چیزی که محاسبه میشه پرانتز هست بعد ضرب و تقسیم بعد جمع و تفریق یعنی هیچ وقت نباید توی عبارت جمع و تفریق دارید ضرب هم دارید نباید برید سراغ جمع و تفریق اول بعد ضرب انجام بشه چون اولویت داره نسبت به جمع و تفریق بعد تا اگر پرانتز دارید اول باید داخل پرانتز عددش به دست بیاد بعد بعد بریم سراغ ضرب و تقسیم یا جمع و تفریق که حالا توان هست توان هم بالاتر از اینها قرار میگه که الان موضوع صحبت ما نیست توی مبحث عدد های سعی و گویا به خاطر این من همین ستا رو نوشتم خب من دو تا از مثال های کتاب رو انتخاب کردم خدمت شما بگم و این عملیات ریاضی رو داخلش رعایت کنیم فقط تو ذهنتون باش که هرگاه هرگاه ما فقط ضرب و تقسیم داشتیم توی عبارتمون از چپ به راست انجام میشه و اولویتی نداره یا جمع و تفریق فقط داشته باشیم ضرب و تقسیم باشه فقط از چپ به راست جمع و تفریق باشه فقط از چپ به راست یعنی اولویتی بین جمع و تفریق وجود نداره که من الان روی این عبارت کاملا براتون توضیح میدم اینجا دقت کنید تقسیم داریم ضرب داریم اینطوری نیست که ضرب زودتر از تقسیم انجام بشه ما اینجا میگیم 16 تقسیم بر 2 عدد به دست میاد منفی 8 16 تقسیم بر 2 می دست میاد منفی 8 منفی 8 ضرب در 3 نگاه کنید من اصلا سراغ منها نمیرم منفی 8 ضرب در 3 میشه منفی 8 ضرب در 3 منهای 4 که منو جدا نمیشن ببینید و دوره ضرب و منها هست ابتدا ضرب انجام میشه 8 تا 24 تا سال پیش خوندید توی ضرب منفی در مثبت منفی منفی 24 منهای 4 که حاصل به دست میاد منفی 28 توی عبارت بعدی دقت کنید پرانتز داریم ضرب داریم ما ابتدا باید حاصل داخل پرانتز رو به دست بیاریم بعد بریم سراغ ضرب یا جمع و تفریق الان هشت منهای نو میشه منفی یک یکی از اشتباهاتی که بچه ها توی محاسبات دارن اینه که چند بار روی همین حالت خوش ساده میکنن و عددها قاطی پاتی میشه برای این مشکل پیش نیاد شما هر یک عملیاتی که انجام میدید برای اینکه مدیریت کنید محاسباتونو سعی کنید اون انضباط نوشتن رو کاملا رعایت کنید نظم و انضباط نوشتن یکی از مهمترین نکات در محاسبات ریاضی من اینو می نویسم یک منهای دو زب داره پرانتز هم می میکنم داخل پرانتز چی دارم؟ یک منهای منفی یک یک منهای منفی یک خب دوباره منفی در منفی میشه مثبت توی ضربه که منفی در منفی مثبت الان حاصله مثبته یک به علاوه یک میشه چند؟ دو دوباره عبارت هم برای اینکه مدیریت کنم می نویسم یک منهای دو زب در دو منها داریم ضرب داریم اول باید چی انجام بشه؟ ضرب یعنی اگر توی عبارت ضرب منها داشتیم اول باید ضرب انجام بشه چون ضرب تو ترتیب انجام عملیات مقدم است بر جمع و تفریق پس دو دوتا میشه چهار تا یک منهای چهار برابر است با منفی سه من این موضوعی که گفتم در رابطه با انضباط نوشتن خیلی از بچه هایی که الان تو پایه هشتم هستن خدمت شما عرض شد که دوچاری مشکل هستن یعنی یه به همین سادگی رو که بهشون میدیم چون اینجا میاد منفیه که دوباره با اون یک شلوغش میکنه منفی منفی و مثبت جابجا که بشه قطعا به این جواب نمیرسی که جواب صحیح هست تو عبارت بعدی تقسیم داریم منها داریم ضرب داریم طبق الگویی که داشتیم اول بعد ضرب و تقسیم انجام میشه بعد جمع و تفریق پس ما میم اول تقسیم انجام میدیم منفی چهار تقسیم بر چهار میشه منفی یک چهار تقسیم بر چهار میشه یک منفی در مثبت میشه منفی چون تقسیم هست چهار تا دوزدت نیا کنید منها رو آخری مرحله من انجام میدن چون تو وقتی ضرب و تقسیم میمیم. اول باید ضرب و تقسیم انجام میشه منفی یک منهای دوازده که جواب در میاد منفی سیزده پس فراموش نکنید انجام عملیات ریاضی اولویت ها توی محاسبه بسیار اهمیت داره و باید دقت کنید که توی همون اولویت هایی که دارید پیاده میکنید و به اولویت ها توجه میکنید انضباط نوشتن بسیار مهمه یعنی شما انزو... من یه مثال دیگه میگم مثلا منفی هشت تو اینجا لازم است دوره ضبط در کنید چون شلوغ میشه یه دفعه علامت ها اشتباه بشه بعد موقع به جواب صحیح نمیرسید لازم است که این, بار که اینو ما حاصلش به دست آوردیم یک بار دیگه عبارت رو بنویسیم و دوباره به این صورت حرکت کنیم که بتونیم مدیریت کنیم که اگر هم خواستیم برگردیم رو مسئله ریاضیمون بتونیم کنترل کنیم که درست نوشتیم یا خیر یادآوری بعدی که میخوایم برای شما انجام بدیم و به یادتون بیاریم این هست که ما توی جمع عددهای صحیح مثلا یکه به علاوه دو جفتشون مثبت هستن یا منفی یک به علاوه منفی دو که جفتشون منفی هستن ما وقتی که فقط دقت کنید که ما داریم در تو جمع صحبت میکنیم وقتی هر دو هم علامت هستند یا مثبتن یا منفی یه جمله رو میگفتیم میگفتیم جور جور باشن چی میشن جمع میشن الان چون جورن جفتش مثبتن جمع میشه میشه مثبت سه چون جورن جمع میشه میشه سه اما علامت منفی جور جور باشن جمع میشن حال بعض ما منفی یک به علاوه دو یعنی یکی منفی یکی مثبت یا یک به علاوه منفی دو یکی مثبت یک منفی دقت کنید بازم این جمع صحبت میکنیم هرگاه ناجور باشن از هم کم میشن پس میگفتیم ناجور باشن کم میشن مثلا اینجا نگاه کنید بزرگتر مثبت کوچکتر منفیه از هم کم میشن بدون در نظر گرفتن علامت دو منهای یک میشه یک یک رو میذاریم اینجا علامت بزرگر رو میذاریم پشت این که علامتش مثبت هست دوباره ناجورن کم میشن پس دو منهای یک دوباره میشه یک علامات مقدار بیشتر میذاریم که منفی هست اینجا خب یکی از مثال های کتاب ما انتخاب کردیم خدمت شما بگیم توی این مبحثی که داشتیم ترتیب انجام عملیات ریاضی و حالا جمع تفریخ هایی که داریم کتاب اومده اینجا گفته منفی 43 منفی 29 رو آورده نزدیک این جابجا کرده منفی 29 رو آورده اینجا به علاوه 37 رو برده انتهای محاسبه این دو تا منفی ها رو اول قرار داده بعد انتها 37 مثبت رو قرار داده خب الان منفی 43 منفی 29 حاصلی که اینجا به دست میاد میشه منفی 72 به علاوه 37 دقت کنید ما گفتیم که جمع هست منفی هفت و دو سیاه هفت ناجور باشن چی میشن؟ کم میشن یعنی هفت دو منهای سی هفت میشه ناجور باشن از هم کم میشن الان ناکن این منفیه این مثبته. پس ناجورن از هم کم میشن کم شدن علامت بزرگی کدوم تعداد بیشتر اینو میذاریم پشته پس اینجا این علامت ناجور باشن کم میشن علامت تعداد بیشتر گذاشتیم از همدیگه کمشون کرد 72 منهای 37 که جوابی که دست میاد 35 که علامت منفی هم پشتش قرار میگیره که حالا کتاب از دو تا راه دانش آموزای مختلف اینو حل کرده که حالا راه حل مرتزا که از چپ راست انجام داده محاسبه شو راه حل مصطفی که از ارزش مکانی اعداد به صورت جدول تو کتابتون هست میتونید ملاحظه کنید استفاده کرده و محاسبه کرد اما چون این حالا روی صحبت ما بود ما این یه دونه رو که راه حل الیاس رو انتخاب کردیم و این قسمتی که ناجور باشن کم میشن به شما نشون داد. فقط اینجا من یه نکته بگیم بعضی از بچه ها تو محاسبه اشتباه میکنن این موقع میخواید دو تا عدد منفی رو حاصلش پیدا کنید یکی بهترین راه ها اینه که حالا تو جبر براتون کاملا توضیح میدم این نکته رو ببینید ما یه منفی 43 داریم یه منفی 29 داریم قشنگ دقت کنین منفی 43 منفی 29 با هم چند میشن میشن منفی 72 یعنی همیشه سعی این اینطوری نگاه کنید حالا ما داریم که مثلا حالا شما میتونید تبدیل به جمع کنید اینا سال پیش خوندید اما یکی از بهترین راه اینه که مثلا مال تو جبرم اونجا که برسیم میگیم که هر عددی وقتی که ضرب چند جمله یا انجام میدیم میگیم با علامتش در نظر بگیرید الان اینجا منفی 43 منفی 29 میشه منفی 72 منفی 43 منفی 29 مثبت 37 من میخوام حاصل این سه تا عدد علامت دار رو پیدا کنیم که این دو تا چون هم علامت انجام شدن شد منفی 72 و با این یکی ناجور بودن کم شدن که تا آخر منفی 35 رو پیدا کردیم من دو سه تا دیگه از مثال های کتاب برای شما میزنم که این مثال ها هم حالا از نظر خودم جالب بوده که بچه ها حالا بدونن علت اینی که ما روی این هست یه مقدار حالا یادواریشو داریم با تمنه مختلف تکرار می‌کنیم، اینه که بعضا برگاه بچه که ما صحیح می‌کنیم، می‌بینیم که این عبارت ها به این سادگی فقط چون علامت دار هستن دوچار ضعف هستن داخلش مشکل ایجاد میشه برایشون تو علامت‌ها، تو تشخیص علامت‌ها، تو انضباط نوشتن دوچار مشکل هستن مقاطعه من سعی کردم که روی مبحث یه مقدار بعد حالا ادامه مباحث رو بریم توی این کار در کلاس این سه تا نمونه ای که گفتیم شروع میکنیم میگیم خب منفی در منفی مثبت منفی در منفی مثبت یک بار عبارت هم تو می‌نویسم منفی 18 به علاوه 4 به علاوه 19 نکن مثلا این بالا که من گفتم منفی 18 داریم مثبت 4 داریم مثبت 19 داریم خب ما بهتره که الان این دو تا مثبت رو با هم دیگه پیدا کنیم نگاه کنید وقتی که جمع فرق نمی کنید. شما اول کدوم رو انجام بدید چهار و نونزه رو به دست میاریم میشه بیست و سه ادامه میدیم میگی منفی هیجده به علاوه بیست و سه تو جمع اون شعر خودمون جور جور باشن جمع میشن ناجور باشن کم میشن الان اینجا اگر نگاه کنید ناجور هستن پس از هم کم میشن بزرگ من های کوچیکه علامت کدوم کدوم زورش بیشتره تناب کشی اگر باشه 23 مثبت بر یا منفی 18 23 مثبت مثبت پس زورش تعدادش بیشتر مثبت باشه این عبارت قرار میگیره 23 من های 18 میشه 5 مثبت توی عبارت چهل آها این اه... عبارتی من الان مثال زدم یه نکته ای توش هست بعض موقع لازم هست که ما از تیزهوشی خودمون استفاده کنیم یعنی شاید یک مقدار از بالا مسئله رو نگاه کنیم خیلی بعضی موقع رو را حل راحت هم داشته باشیم اگر شما به این مسئله نگاه کنید که حالا کتابم خودش اینجا رو با فلش آورده به این صورت این منفی چلن به این صورت منظورشون این هست که شما یه منفی چهل دارید یه منفی چهل دارید میشه چند؟ منفی هشتاد یه مثبت هشتاد هم اینجا دارید منفی هشتاد با مثبت هشتاد با هم حاصلشون صفر میشه پس ما میتونیم بگیم مجموع این ستا حاصلشون میشه صفر و ادامه مطالعه رو مینویسیم سی و پنجه. منهای 17 در این حال اگر شما مثل روشه های قبلی هم میرفتید مشکلی نبود اما بعضی موقع ما میتونیم یه خود دقت کنیم منفی چهل منفی چهل مثبت هشتاد این میشه منفی هشتاد و میشه صفر پس این سه تا از بین میره سی و پنج که حاصلی که به دست میاریم هیجده و آخرین نکته ای که میخواستم توی این قسمت بگم به این صورت بگن. منها جمع من... به علاوه ضرب ما اول چی باید انجام بشه؟ اول باید ضرب انجام بشه یا 12 به عبارتی میگیم دوازده به علاوه سه هفته یعنی اول بس سه هفته حاصلش پیدا بشیم الان نها اینجا منفی 21 داریم مثبت 21 اما اون رعایت انجام عملیات و انضباط نوشتن رو بهش دقت داشته باشید که یه دفعه عددی جابجا جا نشه مثبت 21 منفی 21 با هم دیگه از بین میرن 32 به علاوه 12 40 چهار که حاصل این عبارت ما هست فقط منفی سی ببخشید منفی سی ب... و به علاوه دقت کنید من خودم باید رعایت کنم الان این دوتا الان این منفی رو من تو همین محاسبم ندیدم خب این منفی دوباره اینجا منتقل میشه برای اینکه این شلوغی در بیاد منفی مثبت میگیم ناجور باشن کم میشن چی کم میشه ۳ود دو منهای 1د میشه علامت کدوم بیشتر منفی که جواب به دست میاد چی منفی 20. که دیدید اینجا با یه دقت نکن و منفی حاصل هم یه چیز دیگه شد اما بعد که محاصه رو برداشم منظم کردم دیدم که منفی ۳ود منفی اومد اینور